در قسمت پروگرام قبلی را که ما شما کار کردیم ببینید در این قسمت ما شما اشتباه کردیم که علامت های سی این مثل سی اوت نوشته کردیم، به خاطر مشکلی که پیش آمد ای بود که ما علامت های سی این اشتباه کردیم. البته چیزی غیر معمول نیست، یعنی در تمام پروگرام ها احتمال اشتباه وجود داره. تا زمانی که اشتباه نکردین پروگرام هم نمیتونین که یک پروگرامر خوب شوین، یعنی هر قدر که میتونین پروگرام زیاد نوشته کنین و در پروگرام هایتان مشکل هم وجود داشت، فقط کوشش کنین که مشکل پیدا کنین و حل کنین و دوباره نوشته کنین، پروگرام های دیگه نوشته کنین و انواع و اقسام پروگرام ها را چی کنین با هم دیگه پرکتیس کنین. یک اصلی که در پروگرامینگ وجود داره همیشه ای است که ما و شما چیکار کنیم؟ بیشتر پرکتیس کنیم، که اگر از ما پرسیده شد پروگرامینگ چی هست ما میگیم پرکتیس و پرکتیس و پرکتیس هست. همیشه یعنی هر قدر که یک کسی زیادتر پرکتیس میکنه پروگرام نویسی را، با مو اندازه مهارتش بالا میره، با مو اندازه لاجیکش در قسمت پروگرام نویسی بالا میره. پس به او خاطر هر چی که زیادتر میتونین پرکتیس کنین. خب در اینجا دوباره ببینین پروگرام خود رن میکنیم و مشکل وجود نداره. از ما شما یک نمبر میخواه برش 4 میتیم، نمبر دوم میخواه مثلا برش 5 میتیم، نمبر دیگر میخواه 9 میتیم. ببینین میگه ده سم اف امو 3 نمبر از 18 اند اوریج 6. همه از اینا را با هم دیگر جمع کرده و چیکار کرده؟ اوریج از اینا را پیدا کرده. ببینین ما عین پروگرامی را قبلا الگوریتمش ساخته بودیم و بعد اون آمدیم در فلو چارت تطبیق کردیم و او پروگرام آمدیم چیکار کردیم؟ در قسمت چی پروگرام های سی پلس پلس خود هم اونا را تطبیق کردیم. فقط تنها چیزی که در این قسمت مشخصا دستور بر از اومانا داریم استارت و اند هست، دیگه تمام از اینا مثل یک الگوریتم هست. ولی البته الگوریتم ما و شما به زبان های مختلف نشته کرده میتونستیم، ولی تطبیقی از او را ما باید به یکی از زبان ها کنیم، یعنی دستوری همون زبان هم مراعات کنیم. اگر سی هست، سی پلس پلس هست، جاوا هست، ویژوال بیسیک هست، هر کدام یک از زبان های پروگرام نویسی که باشه، ما برای تطبیق کردن یک الگوریتم باید دستورات از او را و همو چی از اونا را، گرامر از اونا را باید مراعات کنیم. در غیر از اون صورت ممکن است که ایرورایی که البته سینتکس ایرور قبلا ما شما در درسای قبلی خوانده بودیم در جلسات قبلی، او سینتکس ایرور ممکن رخ بده. قبلا امی ایروری را که در این پروگرام ما شما رفت کردیم هم نوعی از سینتکس ایرور هست. یا مثلا ما میمیسیم کالن در اینجا نمیگذاریم، دوباره ببینین چی کار میشه؟ بر ما شما میگن که اینجا مشکل وجود داره. خب و این مشکل هم سینتکس ایرور هست. و یا گاهی شما دستور با مون نامی که هست نوشته نمیکنین، مثلا میایین سی اوت با سی خورد، سی رو با سی کلان نوشته میکنین. اگر دوباره پروگرام کامپایل کنین هیچ کار میشه؟ باز هم ایرور هست. ببینین خب ما و شما میتونیم که از سی اوت یا تمام دستورات به مون شکلی که در گرامر از این زبان ها تعریف شده به مون شکل استفاده کنیم. خب تکرار عملگرهای ورودی و خروجی را در این مثال ما شما دیدیم، که یعنی که بیشتر از یک انپوت یا بیشتر از یک آوتپوت با یک عملگر داشته باشیم. با یک سی این دو تا دیتا را بگیریم یا بیشتر از دو تا دیتا را، و با یک سی اوت دو تا دیتا یا بیشتر از دو تا دیتا را ما به آوتپوت روان کنیم. خب ما مجموعی از حروف ها یا کرکتر سید داریم که او را به نام استرینگ یاد میکنیم، و این استرینگ مجموعی از بیشتر از یک حرف است. البته میتونه اینا الفبا باشه، میتونه ارقام باشه، میتونه سمبول های خاص باشه، میتونه فاصله های خالی باشه، و همه از اینا را ما و شما وقتی داخل دبل کوتیشن در مثال های قبلی نوشته کردیم اونا را ما و شما میتونیم که به عنوان یک کرکتر سید یا به عنوان چی یاد کنیم؟ استرینگ یا مجموعی از کرکتر ها. خب اجزای یک برنامه سی پلاس پلاس، هر برنامه سی پلاس پلاس را که شما ببینین تمام کدایی که در اون نوشته میشه، یکی ما از لحاظ ساختاری دیدیم، این دفعه میاییم از لحاظ کد میبینیم کدایی که در اون نوشته میشه. خب کدایی که در یک زبان در یک برنامه سی پلاس پلاس نوشته میشه، او یا کیورد هست یا آیدنتیفایر هست یا کانستانتا هست یا استرینگ هست و یا هم عملگرهای آپریتورها هست و یا هم سمبولهای خاصی هستند که ما و شما اونا را به مقاصد خاصی در پروگرامهای خود استفاده کرده میتونیم. خب روی کیورد میهیم. کیورد چی هست؟ یا کلمات کلیدی در تمام زبانهای پروگرام نویسی وجود داره.
هر زبان پروگرام نویسی را که شما استفاده کنین یک تعدادی از کیورد داره اونا بر خود ریزرف کرده. وقتی میگیم ریزرف کرده به این معنی که برای همون زبان پروگرام نویسی معنای خاص داره و ما نمیتونیم اون را به عنوان نام وریبل، به عنوان نام میتود یا به عنوان نام اری استفاده کنیم. به خاطر اونا ریزرف شده خود همون زبان هستن و بر از اون زبان معنای خاص داره. مثلا اگر ما شما بخوایم چند مثال از این داشته باشیم، فرض میکنیم که من کانست، ببینین چار، استرینگ، اینا همه از اینا کاراکترهای یا مو سمبول هایی هستن که در چی برای زبان سی پلاس پلاس به عنوان کلماتی کلیدی می باشه و ما و شما اینا را در جاهای دیگه استفاده کرده نمیتونیم. هر زبان از خود تعداد مشخصی از کلمات کلیدی داره. در حقیقت او همون لغتای همون زبان هست که لغتای از اون زبان شما با مقاصد دیگر نباید استفاده کنین. مثلا اگر ما و شما سی ای نبیاییم نام چی بانیم؟ نام یک وریبل بانیم یا سی اوت بیاییم نام یک وریبل بانیم، در حقیقت یک اشتباه هست دیگه. سی این برای سی پلاس پلاس یک مفهومی خاص داره، سی اوت برای سی پلاس پلاس یک مفهومی خاص داره. اگر ما او را نام وریبل بگذاریم در او صورت چکار میشه؟ اشتباه میشه. او فکر میکنه که ای یک دستوری اینپوت کردن هست و ما فکر میکنیم که ما در اینجا دیتا میگیریم. صحیح؟ خب بعد از او شناسه های آیدنتیفایر هست. آیدنتیفایر اگر ما بسیار ساده ای را تشریح کنیم، آیدنتیفایر عبارت از شناسه یا به اصطلاح امو قسمتی که با او ما یک شی یا یک شخص را شناسایی میکنیم. خب مثلا برای انسان نامش، تذکره و اینا را ما و شما به نام آیدنتیفایرش میگیم. و در داخل پروگرام هم ما و شما ضرورت داریم که از واریبل ها استفاده کنیم، از کلاس ها استفاده کنیم، از میتود ها استفاده کنیم، از آبجکت ها استفاده کنیم، از اری ها استفاده کنیم و هر کدام از اینا ضرورت به یک نام داره. چرا ضرورت به نام دارن؟ به خاطر از این ضرورت به نام دارن که ما بیشتر از یک وریبل ممکن داشته باشیم. وقتی اگر ما نام برای وریبل های خود نتیم، وقتی بیشتر از یک وریبل داشته باشیم چطور به اونا رفرنس بدیم؟ چطور دیتا های از اونا را بگیریم؟ چطور دیتا ها را به اونا سیت کنیم؟ هیچ گونه آدرسی نداشته باشه و هیچ گونه نامی بر از اون نباشه، ما تفکیک کرده نمیتونیم دو تا وریبل از هم دیگر. به او خاطر نام برای وریبل ها ضروری و حتمی هست و همین قسمی برای تمام آبجکت، برای کلاس ها، برای میتود ها، برای همه از اینا ما و شما یک نام ضرورت داریم که نام ما به عنوان آیدنتیفایر یا شناسه امو آبجکت خود یاد میکنیم. خب نام برای متحولین ضرور هست، نام برای توابع ضرور هست، با نام برای صفها یا اری ها ضرور هست. نام ها را از خود یک قواعد داره که چطور نام داده میتونیم. شما هر چیزی را نام داده میتونین، هر به هر لنتی، یعنی از لحاظ کاراکتر زیاد محدودیت نداره. ما از یک کاراکتر گرفته با هزارها کاراکتر را میتونیم نامی یک آبجکت خود بگذاریم، نام یک اری خود بگذاریم، نام یک متحول خود بگذاریم و نام یک کلاس خود بگذاریم. ولی یک سری قواعد باید مراعات کنیم. یکی چیزی را که شما در نام گذاشته میتونین ای تا زید خورد هست، ای تا زید کلان هست، صفر تا نوع عددی هست و همچنان اندرسکور هست. غیر از اندرسکور شما هیچ علامتی دیگه ای هست، مثل ساین دلار، مثلا هش، مثل استاریک، هیچ کدام یک از اینا را شما نمیتونین در ترکیب یک نام یا در ترکیب آیدنتیفایری یک کلاس یا یک آبجکت و یا یک متحول داشته باشید. خب از کلمات کلیدی هم به عنوان نام به هیچ وجه استفاده کرده نمیتونیم. موضوع دیگه ای را که ما شما داریم موضوع ثابت ها هست. خب ثابت ها البته باز هم نوعیتی از وریبل ها هست، ولی نوعیت وریبل هایی که اینا قابلیت تغییر ندارن، یعنی در اول پروگرام برشان قیمت گذاری میشه، تا آخر پروگرام هم قیمت خود داره. در هر جایی هم که ما بخوایم قیمت از اونا را تعویض کنیم، این قیمت های دومی را گرفته نمیتونه، بلکه هم قیمت اولی را همیشه با خود داره. خب ثابت های عددی داریم که با قاعده 10 هست، با قاعده 8 هست، با قاعده 16 هست. ثابت های اشاری داریم که ثابت های حرفی داریم، حروفی داریم که استرینگ هست، حرفی کاراکتر هست، اشاری و دبل و همچنان به فلات هست که ما شما اینا را داریم. و نمونه دیگه از ثابت های سمبولیک یا ماکرو داریم که ما شما اینا را بیشتر در سی پلاس پلاس استفاده میکنیم. برای تعریف کردن از اینا گفتیم که اینا قیمت های خب ثابت به خود میگیره
و قیمت های از اینا قابل تغییر نیست. برای تعریف کردن از اینا ما شما میاییم، اول یک علامت هش میگذاریم و دیفاین. البته این را ما باید در هیدر یا فایل های صدری برای تعریف کنیم، نمیشه که در بادی پروگرام شما بیاین از دیفاین استفاده کنین. بعد از یک لایبرری را انکلود کردین، در قسمتی که پیش از شروع میتودی مین شما در قسمت میتونین که را معرفی کنین. خب معمولا در قسمت های اول برنامه معرفی میشه و در قسمت برنامه قبل از استفاده باید معرفی شود. اگر احیانا در داخل یک پروگرام هم شما استفاده میکنین و سیمیکالن، نباید در ختم از اینا استفاده کنین، در صورتی که استفاده کنیم اشتباه هست. و در بین دیفاین و نام به اندازه یک الی دو اسپیس فاصله باشه و عین قواعد نامگذاری را هم ما به اینا هم داریم. ماکروها همیشه پروگرام ها را ساده میسازن و منظم تر میسازن. نام ماکرو باید پرمفهوم باشه، مثل که نام وریبل ها باید پرمفهوم باشه، نام میتود ها پرمفهوم باشه. یعنی از نام وریبل، از نام میتود ما شما به کار میتود بتانیم بفهمیم که چی کار را انجام میده. خب تغییرات برنامه را بسیار آسان میکنه. چه قسم آسان میکنه؟ مثلا اگر ما شما در طول یک برنامه در شاید در بیشتر از 20 جای امی ثابت خود یا کانستنت خود استفاده کرده باشیم، با تغییرات در یک جای در تمام امو قسمت های 20 جایی چی میشه؟ تغییر میشه و برنامه ما شما خواناتر و قابل فهمتر میشه. خب بغیر از اینا ما شما موضوعات دیگه ای را هم داخل یک پروگرام داریم که اونا را به نام اسکیپ سیکونس یاد میکنیم. اسکیپ سیکونس در حقیقت همه از اینا یک کرکتری هستن، یک کرکتری خاص. ما و شما کرکترها را داریم، کرکترهایی را که ای تا زید به انگلیسی است، ای تا زید خورد است، ای تا زید کلان است و یک تا نو هست و همچنان فنکشن کی ها هست و همچنان کلیدای خاص هست و تمام زبان ها از اساسات کمپیوتر شما میفهمین که همه از این کرکترها از خود یک کود داره که کود از اونها را ما و شما به نام ASCII کود یاد میکنیم و یا به نام یونیک کود یاد میکنیم که از خود یک کود عددی داره و وقتی در کمپیوتر ذخیره میشه با استفاده از کود عددی خود ذخیره میشه. به اضافه از اونها ما بعضی از کاراکترهای اسپیشال یا که اینا را به نام اسکیپ سیکونس یاد میکنیم در زبانهای برنامه نویسی داریم که بکسلش ای هست برای یک بیپ هست، مثلا یک صدایی را ایجاد میکنه و بکسلش سوالیه هست برای سوالیه، بکسلش بی هست برای بک اسپیس، برای بکسلش آر است برای کاراکتری ترم و همچنان برای فرم و همچنان برای تاب و همچنان همین قسمی. ما شما چیزی مهمی دیگه ای را که داریم بکسلش این هست. بکسلش این به جای اند ال هم شما استفاده کرده میتونیم. نینجا در لاین جدید ما شما را میبره و این دبل کوتیشن ایجاد میکنه، چون خودی دبل کوتیشن یک مفهوم داره برای سی پلاس پلاس. شما اگر دبل کوتیشن مستقیم بگذارید نو فکر میکنه شما استرینگ پرینت میکنین سایز، در صورتی که اگر گای ذرات باشه که خودی دبل کوتیشن رو شما پرینت کنین در صورت مجبور از بکسلش دبل کوتیشن استفاده کنین. امیر رقمی بکسلش بکسلش و همچنان خودی بکسلش هست. تشکر.